برو خدا اینو نگاه کنی. بیام پایین، زایه نباشه. مالی یکی دیگه سا، امیدوارم اونم منطقه سه باشه. کیسه حالا بچه فرض کنیم من سریع زدم، حالا منطقه هاشون متفاوت. بعد جفتشون 7300 دیگه، لحظه بیس. دکتر فهمیدی میخوای چی بگی؟ واقعا مشخص نیست. پیرواد علی فاطمه، اسپویلش نکنی. والا اصلا کی به کی هر چی دوست داشته باشن می نویسن بر خودشون.
زیرش هم شماره تماس بذارید برای مشاوره، با این شماره تماس بگیرید. تو هم میتونی. ای بابا ای بابا، اینا مگه دانش آموز ما نبودن که کی کنه؟ آره دکتر نه دکتر صاحبش پیدا نشه. دکتر، یکم صبر کن تا جمعه کارنامه خودم هم میگه. رفت رفت شی به کیه؟ شی به کیه؟ واقعا کی به کیه؟ بیچ از خودتو داری نگاه بکن فقط. بیچ از خودتو با خودت مقایسه کن. ول کن گروه بابای اینو اونو فلان اینا، هزار تا تراز، 2000 نمیگم نمیشه، چرت دارن میگن. میتونم خودم رو بندازم توی گوشه ای ردیف بکنم، 100-150 تا شاگردیم دیگه، توشون توتون 10 تا خوب در نمیاد، همون 10 تا رو هرازگونس چیز کنم. تازه آدم خیلی خوبی هم هستم و تازه صداقت دارم میزنم، پس توتون 10 تا خوب نیست، خودخون باشه ازم باشم یا نباشم هیچ تأثیری نداره. هیچ تأثیری چیکار میخوام بکنم؟ من خوام 10 نفر فقط بکنم 30 نفر چه؟ وقتی خودت به فکر خودت نیستی، من میخوام به فکرت باشم. وقتی تو خودت به فکر خودت نیستی، کی میخواد به فکر تو باشی؟ من؟ عزیز من که دارم الان تحویلت میگیرم، شاگردم یا پول دادی به من؟ واقعیتی که وجود داره همینه. اگر امسال بچه‌ای که داره مخصوصا سال دوم سوم میشونه، حواستون به شرایطتون باشه، زندگیتون عوض میشه، مخصوصا بسن مسیر زندگیتون عوض میشه. یه باید بریم درس رو بخونی، رشته رو بخونی، یعنی که انصراف بدین برین سربازی، دوباره برگردین راحت 3 سال 4 سال افتادی عقب. باز اگه میخوای دوباره شرکت خود دانی، 1 ساعت هم داریم حرف میزنیم. درس هم میدادم، سرفصل آزمون هم تمام کرد، طرف ناراحتی چرا زنگ زدی خانواده من؟ راه چاره آریان، دهنم مو در آورد خانم میزانی. امروز به من زنگ میزنه میگه آقای دکتر، پری روز یه لیستی دادی به من، یه 2-3 نفر اسم مشترک داره، اونام زنگ بزنم. آخه یارو نیست بگه لام از سب. من یارو به من زنگ زده ننم، قولی منو کرده، الان تو معرض خطرم، بشینم مثل آدم کارام انجام ده بازم انجام ده. اگه دردی داری بگو. خب من وقتی این همه دارم هرس و جوش میخورم، طرف مقابل به یه طرفشم حسابم نمی کنه، چرا باید کنار خودم نگرش دارم؟ من زنگ میزدیم بعد شما خودتون رو فقط دارین نگاه میکنید، زنگ میزنید به بعضی خانواده ها، طرف میگه بچه من 24 تو اتاقه و ما فکر میکردیم درس میخونه. یعنی چی؟ داره مسخره بازی خودشو، لاز زدن خودشو تو حاشیه بود، بعد 2-3 سال دیگه میفهمه چه غلطی. اصلا این کار من پول باباشو انداخته، من که زورت کردم بیم گوشا، چون میدونه به من اعتماد کرده خانوادهش،
به منم اعتماد کرده، یه خب پیش جای خوبی گذاشتش، بزنش به حال خودش، ببینه درسم داره میخونه، من که کنارش نیستم، حداقل یه چارت گزارش بده فلانش، یه چیزی رو که بهتون بگم، من اگر گیرای مادرم نبود اینجا نبودم. رو که بهتون، هیچ کس نمیدونه داستان من چی شده بود. من گیرای مادرم نبود اینجا نبود. قدر بدونم. فرار میکردم در حد چی؟ آخ آخ. تلفن داشتم، موبایل، اینترنت، موبایل قایم میکردم. پارسال یه گوشایشو گفتم. قایم میکردم، بعد فهمیدن. به اندازه کافی وای فای تو دستشویی گذاشتم. آره هیچ کارایی کرد. بعد مادرم گریه کرد زمان کنکور من، که یه شب از وجدانش رو گرفتم، خواب بدی دیدم و بعد از اون نشستم مثل آدم درس خون. تو نکنیم میشه ما بگین مثل این آدم درس خوندن یعنی چی؟ اینو به من بگین یعنی چی؟ یعنی اینکه مغزم رو تمام شرایطم احاطه داره. من اسم نتیجه آوردم از تو، مغزم رو تمام شرایط احاطه. وقتی میخوابم این تصمیم میگیرم، وقتی حوصله فلان درس ندارم ولی باید بخونمش، این به من دستور. وقتی که دکتر من میتونم یه چیزی بگم؟ من یه چیزم به فاطمه بگم، همون پسر نازی که تو داری میگی، همون پسری که میگی پسره به قول تو، دو قروش توش جیبش نباشه محل سگم بهش نمیذاری. اوکی دکتر این قانون واسه مصدق نمی کنه. خدا اونقدر در میارم که نیاز به پول بقیه نداشته باشه. باشه، از یه جایی به بعد حس مفخوری به درس شوگر مامی شدن دست. دقیقا الان میخواستم بگم اینو، از اولش فکر میکنی دوست داشت، بعد از اون فکر دقیقا میکنی بند بیسی کیف باز رفتی بالا، بعد از اون بیا پای بیا بعد پای، از اون بیسی دوران بیسی طفولیتشو گفتم ای بابا. وقتی واسش آیفون گرفتی ولی با همون آیفون رفت با یکی دیگه لازد، بعد میفهمی یعنی چی. کی گفته من قرار برش چیز بخرم؟ اون تفکرت رو بنداز لب جوب، آب روون بیاد ببرش. بچه دو چیز دنبالش بشین، هدفتون که شما رو به این دوتا چیز برسون. گفتم کنکور، حالا بعضی فکر میکنم مثلا دنیا کنکور هدف، که این هدف ما رو میرسونه به این دوتا کار، پول، شخصیت اجتماعی. این دوتا نتیجهش آرامشه. نمیگم لزوما با این دوتا به اون بالایه میرسی، ولی این دوتا باشه خیلی راحت به اون بالایه میتونی برسی. چرا؟ چون وقتی پول باشه تو میتونی یک مشاور و یک روانشناس خیلی متبحر رو بذاری واسه خودت و هفته دو جلسه برید پیشش، هر چی خلأ توی دوران جوانی و نوجوانی داری برطرف کن.
چون همه آدم ها که کامل نیست. اول دکتر کاویانی یه حرف خوبی میزنه، میگه که نمیگم پول خوشبختی میاره، ولی بی پولی بدبختی میاره. قطعا میدونم، قطعا میدونم بی پولی اینقدر درد سر. تا حالا نشنیدی یکی برگرده بگه که فشار مالی روشه ولش کن، این چرت پرت گفته فشار مالی روشه، قرض و حوله داره، شرایط بده. ها دکتر من اجازه دارم یه چیزی بگم؟ بگو سارا. من سال 97 دقیقا یادمه، خب مثلا همه کلاس میرفتن و برای درسشان اینا، بعد چون من تو خانواده خیلی پر جمعیته، 4 تا بچه‌ایم، و بعد مثلا وقتی که بچه بودم پدر بزرگ مادر بودم با ما زندگی میکرد، بعد دیگه وجود توجهی رو من نبود که مثلا حالا به فکر درس من باشن و برم کلاس یا چیزی اینا. بعد یه دخترم دارم و از بچگی میرفت کلاس، بعد من همیشه میگفتم که چرا منم نباید مثل او باشم، چون به زبان علاقه داشتم، همزمان هم ازش میترسم چون هیچی ازش بلد نبودم، حتی بلد نبودم اسمم بنویسم. سال 97 بعد من کلا اصلا اینی که شما میگی مادرم گیر میداد، من اصلا هیچی بهم نمیگه، یعنی مادرم بخوابم تا ساعت 12 هر کاری کنم، یا پدرم اصلا پارسال که رتبه من نیومد بپرسه بگه سارا رتبه چند شد، گفت اصلا فداسه، اصلا مهم نیستم در این حد، یعنی من فقط هر کاری میکنم خودم، هر کلاسی میرم، هر درسی میخوام، بلند میشم درس ما همش با اراده خودم، یعنی اراده کنم قطعش کنم، اصلا نمیگن چرا کار کردی، نه پدرم نه مادرم هیچ کدامشان، یعنی هیچ فشاری رو من نیست، آزادم. خب بعد سال 97 تصمیم گرفتم که برم کلاس زبان، اون موقع واقعا هیچی بلد نبودم، الان به حدی رسیدم که راحت فیلم زبان اصلی میبینم یا کتابی میخرم که کلا زبان اصلی و بعد توی خواهر بردم کلا منم که اینجورم، خیلی به درس اهمیت میدم اونا، یعنی بقیهشان نه مثلا کلا اصلا نه زبان بلدن به قول شما، یعنی اصلا اونا مثل من، اونا هیچ فشاری روشان نبوده که برن سمت کار، ولی من واقعا خودم تلاش کردم که بیام الانم مثلا اینجا، واقعا با اراده خودم بوده، هیچ فشاری روم نیست. خوشبارشون حسرت بود تو این صدا. اصلا بخوایی رتبه قبولی هم بذاری، یا مثلا بگی یکی از دانش آموزم رفته هاروارد، نمیشه تو راهله رو بذاری کجا رفته هندیش نکن علیرضا هاروارد. علیرضا کی بیاری؟ چه دادای خوشگلی بود. اصلا بیاری چیزی کن بگو که ۱۲۲ تا. نه نه اصلا این چیکار کن بزن روتین های زمان باعث شده یکی از بچه ها دانشگاه کمبریج قبول بشه. باور میکنم قرآن کی به کیه، خر تو خره، طرف اصلا چی رو داریم نگاه میکنیم، اصلا یه وضعیه توی این مملکت، اصلا نمیدونی طرف سه تا کارنامه میذاره، 100، 4000، 5000، 7000 تو سه آزمون رسوندم از 4000 به 7000. خب مگه خر تو خره؟ مگه مثلا فیلم هندیه؟ نه بس هم نمیگم نمیشه، اگه زرنگی الان ببین کل فالوورای من، رضا بلی مینستم، علی رضا رهبری، راحله، فاطمه باقرزاد، زهرا اسقری، چی اسقر نژاد زاده است، اسقر زاده، مهدیه، علی رضا، سم، همه رو میشناسم، همه رو میشناسم، مثال میگم همه همو، یعنی همه رو میشناسم. منو که آره استاد ما رو میشناسی، ما رو که ندیدی. میگه همه رو میشناسم. علی جان خودت یه دو سه تا دیگه کارنامه درست بکن. وسط خوشش اومده.